درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه ی پیغام روز پخش خواهد شد خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. یه بار یه فیلم دیدم قهرمان این فیلم هر وقت ازش میپرسیدن چرا مثلا این کارو رو میکنی و یه چرا این تصمیم رو میگیری جواب میداد من قانون خودم رو دارم و واقعا هم بر طبق اونها رفتار میکرد حتی جاهایی که میدونست به ضررش تموم میشه اون قهرمان شخص مثبت و درستکاری نبود اما به قوانین خودش وفادار بود چقدر خوبه که ما هم برای خودمون قوانین و اصولی داشته باشیم که بر طبق اونها عمل کنیم و چقدر خوبه که این اصول و قوانین بر طبق اصول خدا باشه. تا ما هم مثل داوود، مرد و زنی موافق دل و خدا باشیم. ببینیم شباندک شرودر درباره این اصول چی به همون میگه. با هم به کلام امروز گوش میکنیم. وقتی بچه بودم، با بچه های دیگه دور هم جمع می شدیم. بازی های متنوعی با هم می کردیم. و خودمون مواردی رو به عنوان قوانین زمین تعیین کرده بودیم. اینها قوانینی بودند که بازی با توجه به اونها انجام میشد. و قوانین زمین به این معنی بود که از شروع بازی برقراره و شما نمیتونین تا انتهای بازی تغییرش بدین. بی شکل لحظاتی بود که بعضی بچه ها میخواستند قوانین رو عوض کنند. چون بازی خیلی به نفع اونها پیش نمی رفت. این زمانی بود که همه می گفتند نه ما قوانین زمین داریم و همه از اول توافق کردیم که تغییر نکنند. همه ما معنی قوانین زمین رو درک می کنیم. چه قبولش داشته باشیم یا چه نداشته باشیم. در واقع ما قوانینی داریم که با اونها بازی زندگی رو انجام میدیم. من نمیخوام بگم زندگی یک شوخی بزرگه یا یک بازیه. من دارم درباره شیوهی که توی زندگی عمل میکنیم و شیوهی که توی زندگی کار میکنیم حرف میزنم. همه ما اصولی داریم یا عقایدی از این که چی کاملا درسته و چی کاملا غلطه. در دنیایی که امروز زندگی میکنیم معنی درست و غلط کاملا تغییر پیدا کرده. افراد بسیاری در دنیای امروز ما بی خدا هستند. اونها به وجود خدا باور ندارند. خب، یکی از نتایج اون این میشه که بعدش قوانین زمین هم وجود نداره. بعد هیچ چیز مطلقی که بر اساسش بخوای زندگی کنی وجود نداره. یکی از چیزهایی که در آمریکای شمالی در حال حاضر اتفاق میافته آمار بالای خودکشی در میان جوانان جامعه است. باور دارم که این مستقیما با نداشتن هدف یا درک نکردن اصول زندگی در ارتباطه. میخوایم برای لحظاتی درباره داوود حرف بزنیم. اون در کتاب مقدس به عنوان مردی که دلش با خدا کامل توصیف شده. یکی از دلایلی که فکر میکنم چرا داوود محبوب دل خدا بود زندگی کردن و عمل کردنش بر طبق اصول بود. حالا ما نمیخوایم بگیم داوود از هر جهت کامل بوده. اصلا به این معنی نیست. ولی داوود قوانین خدا رو داشت و با اونها زندگی و بهشون عمل میکرد. یکی از اونها که امروز بررسی می کنیم، این بود که داوود الزام محکمی داشت که به شخصی که محص شده خداوند خداست آسیبی نرسونه. خب معنی این چیه؟ داوود چوپان جوان از یک جهت خودش مس شده بود. سموئیل نبی روغن برداشت و روغن معطر رو بر سر داوود ریخت که سمبولی از انتخاب او توسط خداوند برای پادشاهی اسرائیل بود. اما پادشاهی به اسم شاول در جایگاه بود. سمویل نبی اشاره کرده بود هر وقت شاول پادشاه فوت کنه یا از بین بره اون وقت داوود پادشاه بعدی میشه. اینجا جایی که اصول نقشه خودشون رو نشون میدن. دو نمونه وجود داره که داوود توسط شاول تحت تعقیب و جفا بود. ما برای پرداختن به جزئیات وقت نداریم اما شاول دوچاره پرانیویا شده بود و به داوود خادم وفادارش بدبین شده بود. شاول ارتش رو احضار کرده بود تا داوود رو پیدا کنه تا او رو دستگیر کنند. شاول شخصا بارها سعی کرد داوود رو به قتل برسوند. برای همین داوود فرار میکنه. داوود از شاول پادشاه رنج دیده بود. دو مورد داوود این فرصت رو داشت. میدونست که قرار پادشاه بعدی باشه. فرصت داشت که شاول رو از بین ببره و ازش انتقام بگیره. این ماجرا رو میتونید توی عهد عتیق اول سموئیل باب 24 و اول سموئیل باب 26 بخونید. توی باب 24 داوود و مردانش در غاری در بیابان مخفی شده بودن و شاول داخل غار میشه. داوود هم در همان غار نشسته بود. داوود موفق شد آروم خودش رو به شاول برسونه و گوشه ردایش رو ببره. زمانی که شاول از غار خارج میشه داوود خودش رو دم در غار میرسونه و شاول رو صدا میزنه و بهش نشون میده که با چاقویی که داشت میتوانست به جای گوشه ردایش زخمیش کنه و او رو بکشه. داوود میتونست پادشاه بعدی باشه. با این حال داوود این کار رو نمی کنه. همونطور که میگه دستش رو بر مسیح خداوند دراز نمی کنه. شاول انتخاب شده بود تا پادشاه باشه و داوود به این امر احترام میگذاشت. او پادشاه رو نمیکشت. اون در پی انتقام تا اینکه خودش ترفیه پیدا کنه نبود. این درس خیلی مهمی برای ماست. اگه آرزو داری فردی موافق دل خدا باشی، نباید شخصی باشی که به دنبال انتقام گرفتنه. کتاب مقدس تعلیم میده. خداوند میگوید انتقام از آن من است. من هستم که سزا خواهم داد. مسیحیان نباید اشخاصی باشند که کینه نگه دارند. نباید منتظر فرصتی برای تلافی کردن باشند. نباید در پی انتقام باشند. یا انگیزه های گناه آلود داشته باشند. مسیحیان باید یاد بگیرند این خصوصیت ها را تسلیم کنند. تا از این خصوصیت ها خلاص بشن، و به دشمنانشون محبت کنند. زندگی کردن بر طبق این اصل خیلی خیلی چالش برانگیزتر از زندگی با دیدگاه دنیایی از قبیله تلافیش رو سرش در بیار یا بخور تا خورده نشی هست. دومین دفعه ای که داوود نشون داد برای خودش اصولی داره و چرا مردی موافق دل خداست در باب 26 دیده میشه. زمانی که شاول و مردانش خوابیده بودند زره شاول کنارش بود. محافظش و لشکریانش هم خوابیده بودند. داوود و مردان شکبار دیگه توانستن قافل گیرش کنند. داوود نیزه و کوزه آب را از کنار شاول برداشت و از فاصله دوری فریاد زد و نشون داد که اونها این توانهایی رو دارن که پنهانی حرکت کنن. که اگه میخواستند میتونستند زندگی شاول رو ازش بگیرن. اینجاست که داوود در اول سموئیل باب 26 از آیه 23 میگه به راسته که خداوند به هر کس به جهت پارسایی و وفاداریش پاداش میدهد زیرا او امروز تو را به دست من تسلیم کرد اما من نخواستم دست خود را بر مسیح خداوند دراز کنم اینک همان گونه که من امروز جان تو را عزیز داشتم باشد که جان من نیز در نظر خداوند عزیز باشد و او مرا از هر تنگدلی رهاند توجه کنید چطور داوود با اینکه شاول از خدا نااطاعتی کرده بود و داوود همین این رو میدونست چون سموئل نبی او رو مس کرده بود تا پادشاه بعدی باشه برای این موضوع عجله نکرد این مهمه که درک کنید وقتی خدا برای شما موقعیتی در نظر گرفته باشه وقتی خدا برکاتی برای شما داشته باشه اگه قدم علم کنین و در پی قدرت دنیایی باشین برای شما حسنیت به دنبال نداره. برای شما برکات نمیاره. اگه وسوسه شدین که موضوع رو خودتون به دست بگیرین باید بگم پادشاهی عیسی مسیح جاه طلبی دنیایی نیست. درباره انتقام گرفتن نیست و اینکه با فشار طریق خودتون رو به پیش ببرین نیست. یادتون میاد ایسا با شاگردانش بحث میکنه و این به ما هم که پیروانش هستیم مربوط میشه. بسیاری که اولین هستند آخرین خواهند شد و آخرین ها اول باید در فکر خدمت به دیگران باشیم. و این شامل انتقام هم میشه. وقتی شما فرصتی برای تلافی کردن دارین وقتی فرصتی برای انتقام گرفتن دارین مسیحیان به روش دنیایی رفتار نمی کنن. بعضی از بزرگترین شهادت ما در زندگی در جای اتفاق میافته که ما خیشتنداری و بخشش رو به جای خصومت و دشمنی و انتقام انتخاب می به عنوان شخصی که برگزیده خداست به عنوان یک مسیحی این مهمه که درک کنید باید مطابق اصول زندگی کنید. دنیا هر کاری را که مناسب میدونه انجام میده. هر کاری رو که در لحظه ضروری میدونه انجام میده. اونها اغلب متناقض رفتار میکنن یا به نظر میاد کارهای خوبی رو با انگیزه های پنهانی انجام میدن و غیر از این با تمام قدرت به حقوق سایر افراد بی احترامی میکنن. اونها بر طبق اصول خدا رفتار نمیکنن. مسیحیان فرق میکنن. اونها بر طبق اراده خدا زندگی میکنن. حالا همینطور که گفتم قرار نیست که شما کاملا بیعب باشین. مسیحیان بدون گناه نیستن. ما هم اشتباه می کنیم و می افتیم، اما مثل داوود اگه موافق دل خدا عمل کنید و خواست شما خوشنودی خداوند باشه شما هم اصول خودتون رو دارین. قوانین زمین شما اصل و اساسیه که شما باهاش زندگی می کنین. چون ها میان و شرایط عوض میشن و شما وسوسه میشین که اون اصول رو رها کنید و به ضدشون عمل کنید این کار نکنید خودتون رو متعهد به ایسای مسیح کنید اصول خودتون و قوانین زمین رو که با اونها زندگی میکنید بشناسین این شهادت شماست به عنوان شخصی که ایسای مسیح رو میشناسین محبتش رو نشون بدین استقامت خودتون رو در ایمان نشون بدین حتی شاید فرصتی داشته باشین تا محبت ایسا رو به این طریق نشون بدین که شما اونها رو بخشیدین و در پی انتقام و تلافی کردن نیستین امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.